شما کجا؟ آره میاد بدرقه شوهر دیگه. مرجان عزیزم، تا فرودگاه راه زیادی است. از همینجا ازت خدافظی میکنم. بدرود. برو بابا، من چیکار به تو دارم؟ یه ماشین بگیر ما رو بذاره خونه برموش، بعدم شما رو برسونه. باباتون به جون آقا جون، انقدر ناراحت میشم میخواد بره خونه این دختری که نه. منم خیلی بدم میاد. حالا وقتی برگشتم مفصل میشینم بهش حرف میزنم که دیگه نرم اونجا. حالا تو بدم نیستا؟ چرا؟ ببین میره اونجا ابروی مردم ور میدارن، دو تا هشتی میذارن، یه تومن میگیرن. یه تومن؟ یه میلیون تومن. خیلی خوبه که. آخه 975 تومنش اون وزه خانوم برمیداره، 25 تومنش میده این مرجان ما. 25 تومن؟ البته روزی 10 تا ابرو اینجوری میکنن، میشه 250 تومن واسه کمک خرج زندگی بدن نیست. خب بالاخره بره یا نره. من میگم بریم به سلامت، بدون خطر میریم و بدون خطر هم برمیگردیم. آقا جون آقا جون تا استانبول چقدر راه؟ چند ساعت؟ استانبول چند ساعت؟ آخ من یادم اومد جورابمو کجا گذاشتم. ای بابا ول کن حالا. اومدم اومدم. بجو محضر تکر داری من. ای بابا چی گرفتاری شدیم به خود عدتی همسه. سیروز سلام. بابا سلام علیکم. سلام. خوش میگذره با مهمون محترم؟ یعنی من یه شب نمیتونم بابامو دعوت بکنم خونمون؟ یکم فکر بکنیم ببینی درسته این حرفتون؟ پدر شماست، احترامش هم واجبه، ولی قرار ما این نبود. سر امضای قرارداد سیروس نصف مبلغ اجاره خونه رو کم کرد، گفت در عوض شما رفت آمد ندارین، ما هم پذیرفتیم. چی شده؟ شاتر دوباره صداتون انداخت رو گلو. خواهر شما اون بر باشه، من خودم علش میکنم. هرچه بابا زنه ده، بیا این طرف، بیا این طرف. سلام علیکم ای شاتر، حال خوبه؟ سلامت ایشالله. آقا اگر مشکل منم که من همین الان خبر مرگم گورو مگم میکنم، یه شب من مزاحم شما بودم، تمام شد. شما که عزیزی، مشکل من با ایشونه که هیچ کدوم از قول و قرارایی که با ما داشته رو تا حالا عمل نکرده بهش. شما نمیدونید بذار دیگه الان شیر فهمت کنم. ببین عزیز من، واسه آدمی مثل من که یه پاش اینجاست یه پاش خارجه، وقت واسه مشاجرهای بی ارزش اصلا نداره. خیر بابا بیا برو حرکت کن. اصلا یعنی من برو بابا بگم برو حرکت کن.